صابتان و خیر بازم با ادامه برنامه صاب و زندگی خوش آمدین فرهنگ شهرنشینی و صفای شهر موضوعی امروز ما هست شما هم اگر نظر و دیدگاه دارین میتونین از طریق صفحه فیسبوک صاب زندگی بر ما در این لحظات میخوایم در رابطه با فرهنگ ای در افغانستان صحبت بکنیم آنچه که رسم و رواج های ایدی در افغانستان هست در ولایت های مختلف و اینکه کدام یک از اینا پسندیده هستن و کدام یک پسندیده نیستن و یا واقعا اینا جنبه دینی و هم دلایل دینی خود را برای انجام کارهای ما در زندگی روزمره خود داریم و بحث بیشتری در این رابطه می خواهیم داشته باشیم با مهمان عزیزی که با ما هست محترم سردالوری امرخیل جامعه شناس امرخیل صاحب خوش آمدین به صاحب زندگی صبح شما بخیر و ایده گذشته تان مبارک تشکر صبح شما بخیر صبح بیننده از یارانا بخیر ان شاء الله در بخیر گذشتنده باشه بدون کدام حادثه مملکت هستیم که بسیار آرزوی صلح و آرزوی امنیت را داریم ان با برکت اید ما گذشتاندیم در مملکت ما یک صلح دائمی برقرار شود آمین, آمین. ان بین از روز عید بر ما بگوین روز عید براتون چگونه گذشت تشکر روز عید خوب بود بد نبود ما در یک فضای نسبتا امن در این مقایسه مقایس بکنیم نظر به ایدای دیگه یا ایدای گذشته مهم. نسبتا امنتر بود بحلی. ولی دوستایی که مثلا بودن یا از نظر اقتصادی یا از نظر ناراحتی هایی که قبل از رمضان یا در جریان رمضان برشان پیش شده بود او اونا یک گید خوب داشته باشن اونا هم خداوند برشان اجر نصیب آمین. بکنه و انشالله که دیگه در زندگیشان کدام غمی یا کدام دلیل دیگه برای از یک خفه باشن نداشته باشند خیلی خوب حالا در روزهای اید از فرهنگ افغانستان چه چیزهایی را متوجه شدیم که بدید شما ممکن پسند ناپسند باشه و ممکن در بعضی از جاها یکی از رسم رواجه خوب ما در اید باشد چند مسئله بسیار مهم است برای اینکه ما در افغانستان اعیاد یا ایدها را بررسی بکنیم مهم. یا فرهنگ های افغانستان را بررسی بکنیم فرهنگ ها در مناطق مختلف افغانستان مختلف است اصل اساسی در اینجا ای است که ما از نظر دینی هم به توجه باید داشته باشیم و از نظر فرهنگی خود ما هم شما یکی از گپایی که بسیار مهم است برای ما باید توجه داشته باشیم این که از نظر اسلام هم کار درست نیست و ما هم از نظر ازی که در افغانستان زندگی میکنیم و از نظر ازی که ما اینجا افغان هستیم ما این کار نباید بکنیم مثلا در روز اید فاتحه رفتن است فاتحه رفتن این خیلی غلط است. روز اول اید اکثرا میرن که افرادی که از اینو فوت کرده روی میخوایم چند چیز را اینجا یادآوری بکنیم یکی است که اصلا کار غلطی کی است ای است که ما در روز اید بریم خانه کسی که وفات کرده یا ف... نفری که شهید شده یا بر... هر بیا به مرگ خود وفات کردن اینو کسایی هستن که خب اونا فوت کردن یا شهید شدن بالاخره به به دنیای ابدیت پیوستن آها. ما نه در روز عید بریم به خانه از و غم از رو دوباره تازه بکنیم از نظر دنی من دنی از نظر ایزی که ما افغان هستیم و فرهنگ ما اجازه نمیده این کاره بکنیم از نظر دینی پیامبر صلی الله علیه و سلام بر شما اجازه نمیده برتان میگه که شما وقتی اگر کسی به شهادت میرسه یا مثلا وفات میکنن اجازه نداریم بیشتر از سه روز در غم از اونها شما شریک باشید یعنی بیشتر از سی روز نمیتونین شما امی غمتون ادامه بدین این ما... بالاتر از روز حرام است. اصلا حرام است پس خوب است که ما به نام چلپورگی به نام جمعگی به نام سالپورگی سال. به نام این و آن یعنی چیزی رو در اسلام نداریم این خرافات است و در اسلام اینا رو میخواین اضافه بکنن و هر کسی که در اسلام چیزی اضافه میکنن اونا ببینین که اونا یعنی من نمیتونم اون رو به اعلان بگویم به خاطر اینکه شاید بر من چیزای دیگه هم به مردم به ما برچسب بزنن به دلیل ای که این کارا حرام است از, طرف دیگه همچشمی ها در اید بسیار زیاد است یک تعداد از مردم هم از نظر اقتصادی توانایی بیشتر ندارن که مثلا سفری خر رنگین تر بسازن یا مثلا میخوان برن به طرف زی که یکی از خیشاونده ازی سفره خیلی رنگین را دسترخوان خو اینا آماده ساختن و برای مهمانای خود پذیرایی میکنن از طرف دیگه یک کسی که هیچ توانایی نداره و حداقل خوردن بر, زندگی خود چیزی ندارند اونا هم میخن همچشمی میکنن که این همچشمی ضربه به اقتصاد ضربه به فرهنگ ضربه به نداشتن انسان ها یا کسایی که در اینجا ما داریم و ما افغان را داریم که حتی روز صد افغانی آید هم ندارن این هم ضربه دیگه است در همچشمی هم اکثرا مسئله ای که سه روز متوجه شدم نشر کردن تصاویر از خانواده های خانواده هایی بود که اینا خودشان خیلی ها افراد متاسفانه خیلی آدم های خیلی کلانی کارو میکنن مثلا سفارت های افغانستان از سفره های خیلی رنگین اینا تصاویرش بر روی صفحه فیسبوک خون نشر کردن که از نظر ما این یک نوع ضرر یا یک نوع رنجش از به کسایی که نمیتونن این قسم یک کار <تصفح> را بکنن یا مثلا یک چیز دیگه که بر من بسیار خیلی به من جالب است یعنی به من بسیار آزاردهنده هم از در عین حال این است که ما در روزهای اید اصراف هم بیشتر به اندازی اصراف میکنیم <تصفح> که اصلا اسلام را اجازه نمیدن اسلام در قرآن کریم میفرمد کلو وشربو ولا تشریفو این شما هم بخورین و ولی اسراف نکنین این اسراف هم در لباس پوشیدن در هست در, لباس پوشیدن است در مواد خوراکه آها. هست در رفت آمد ها است در بسیار کارهای غلط دیگه داریم از کارهای غلط دیگه که ما در روزای عید میکنیم یا در بین دو عید میکنیم او مثلا میگن ما در بین عید نمی نمیکنین در بین اید. از برای خدا شما چرا نکنه نمیکنیم ما شخصا خودم در بین دو عید عروسی کردیم هیچ چیزی هم مرخ نشده شکر الحمدلله سالم الحمدلله هم هستی سالم هم هستم نه کسی مرا بسته کرده نه کسی مرا جادو کرده و نه هم میتونه اگر میکننم من خدایی دارم که به با او باور دارم و او توانمندیش بیشتر از همه کس هست هیچ کسی میکاره که من براتون میگم که شما در بین دو عید عروسی کنین در بین دو اید نکاح کنین هیچ چیز هم شما را نمیشه فقط توکل به خدا داشته باشین و از اسلام پیروی بکنین از قرآن پیروی بکنین چیزی که بر شما قرآن و حدیث میگه اون از اونها پیروی بکنین و شاید هم بهتر باشه چون در بین بیشتر توجه نکنین شما آها. باید بفهمین که ما اسلام را داریم و احادیث پیامبر را داریم و بیشتر به تکیه کنیم بله اکثرا این مسئله جنبه دینی اصلا نداره ریشه دینی نداره و خرافاتی است که مد نظر گرفته میشه و ممکن شاید بهترم باشه در بین دویید وقتی اینا ازدواج میکنن یا عروسی میکنن وقتی هست که اینا خوشحالی خود سه چند خوشحالی در این مسئله که بسیار مهم است این باید گفته شود برای دوستا برای کسایی که الله عروسی دارن اگر شما در بین امی دوید فعلا عروسی نمیکنین اگر بعد از عید قربان هم شما عروسی باز هم در بین دوید هستیم به خاطر از دوباره بردن. اید فطر میه و شما بازم آه. در بین اید هستین پس شما هیچ امکان نداره که در بین عروسی نکنین پس <تصفح> اینال ما برای شما میگم که خود از ضربه نرسانین بیاین امی مثلا در اید شما مجبور هستین ایدی ببرین به خانه دو یا مثلا کارهای دیگه که ما بسیار کارهای خوب دیگه هم داریم که متاسفانه او فرهنگای غلط است و وارداتی است ما اصلا توجه نباید به داشته باشیم کاری که میکنیم در برازو نامزد خود در روز اید باید لباس ببریم باید مواد خوراکی ببریم باید مثلا از هر چیزی داشته و نداشته خود باید ببریم برازو که کار غلط است یک آدم داره یک آدم نداره یک آدم اقتصاد خوب داره یک آدم نداره بنا خوب است که ما در از فرهنگ های غلط ایدی و استفاده نکنیم یعنی کار بکنیم که نه به خود ضرر برسانیم و نه فرهنگ افغانستان آها. نه به جامعه افغانستان نه به اقتصاد افغانستان یک اشاره کوتاه هم خیلی سه بگر در این رابطه داشته باشین افرادی که بیشتر میان ایدی میبرند و در کنارش خانواده دختر اعضا و اقارب خود همچنان دعوت میکنن اینجا حضور پیدا بکنن چقدر میتونه بالای روحی اقاربش تاثیر داشته باشه و بالای رابطه که قرار است این پسر و دختر در آینده خود آغاز بکنن در خواستای خانواده ها مخصوصا از طرف دختر چقدر میتونه مشکل باشه مشاهده بسیاری از پیوندها بودیم که اینمی فرهنگ های غلط باعث شده که پیوندها از هم جدا شوند. یعنی این کار شده که باعث شده دو تا زوج از هم جدا بکنن ما نباید کار بکنیم که باعث از هم پاشیدن زندگی ما شود یعنی وقت ما همچشمی دارم با دختر خاله و بچه خاله و بچه ماما اینی کارها باعث از هم پاشیدن زندگی ما میشه بنان خوب است برای من که ما چیزی که اسلام برای ما گفته او پیروی بکنم چیزی که قانون بر ما گفته او را پیروی بکنم و هر چیزی که ما دل خودم از او را پیروی بکنم نه ای که مثلا مرا یک فرهنگ که وارد شده برای مردم افغانستان او را بکنم مثلا ما سریال یاد گرفتیم یا از خارج رفتیم از اونجا یاد گرفتیم کارهای دیگه که مردم کردن خوب مهاجرت ها اینجا تاثیرات خود داشته بنابراین خوب است که ما از کاری که میکنیم مطابق به اصول زندگی خود داشته باشیم از هیچ کس پیروی نمیکنیم جز اینکه قرآن و حدیث و اسلام بر ما گفته باشه و خود ما چیزی که بخوایم او را بکنیم پشت مردم ما نباید زیاد توجه داشته باشیم از فرهنگ مهمانی رفتن در روز عید بر ما بگوین اکثر خانوادار رو متوجه میشیم که تعدادشان خیلی حاضر است 11 تا 12 نفر میرن خانه یک فرد مهمانی بر روز عید چاشتم میباشن حتی بعضی وقتا متوجه میشی که خانواده میرن شب هم در کنار اعضای خانواده خود سپری میکنن و حتی فکر نمیکنن که این خانواده ممکن است مهماندار باشه ممکن است اقارب دیگه از از اینا به دیدن به حد که یک نفر یا دو نفر است مجبور است نان چاشت آماده بکنه نان شب آماده بکنه خوب. در کنارش مهمان نوازی خوبم بکنه به خوب. نظر اگر این تعداد دوستای ما که مثلا روابط فامیلی نزدیک دارن به نظر ما خوب است برن مشکل نیست ولی از نظر ازی که ما جایی که میریم خانه یکی از دوستایی که مثلا ما روابط فامیلی نداریم یا فقط دو تا دوست هستن اگر این کار میکنیم غلط میکنیم این اشتباه میکنیم ولی اگر از طرف دیگه که ما بریم به طرف گذشته های ما اگر جای کس مثلا به مهمانی میرفتن حتی او وقت این سفره های رنگینی که الان ما داریم او وقتی گپا نبودن میگن حالا که مثلا تو چطور تو توی ما است ما چون خواندیم و تاریخ خواندیم یعنی ما به عنوان یک جامعه ما باید اینکه فرهنگار مطالعه بکنم در گذشته ها ای گپا نبود یعنی ما باید اشغال کار بکنیم که برای دوستای خود سبب رنجششون نشیم یعنی ما باید اصول را مراعات بکنیم وقتی اگر جایی میریم به تناسب بریم که اونا دوست ما نرنجه از پیش ما و بریم از اونا احوال پرسی بکنیم اید مبارکی بکنیم با مو روش و اصولی که بر ما از گذشته ها مونده و گذشته های ما بر ما یاد داده اگر مثلا در گذشته ها شما میرفتین خانه کسی ایدی اونجا سفره رنگین نبودن و شما را به مهمانی چاش یا مهمانی شب شما را حتما دعوت و اصلا اجازه نمی نمیدن تا نان ما اجازه به نان آل او فرهنگا از امی تکنولوژی ها امی مثلا کارهای دیگه که شده در افغانستان مثلا سریال ها وارد شده در افغانستان فلم ها هستند کتاب ها هستن اینا کلش وارد شدن به نحوی زندگی مردم متاثر ساختن بناهن خوب است که ما فرهنگ گذشته خود فراموش نکنیم و با و او فرهنگ های ما روابط خوب داشته باشیم با. و او فرهنگ ها را مطالعه بکنیم و برای دو خود در زندگی خود تطبیق کنیم ما فرهنگ بسیار غنی داریم این به توجه داشته باشیم از طرف دیگه کاری که بسیار نیک است برای ما این است که ما وقت در ایده هستیم یعنی تمام کسافات خود را باید ما در جای بگذاریم که مناسبش است یعنی در اینجا در روز اید خوشحالی هم اید داره دیگه ایتو خنیست که اونا اید نداشته باشن یا مثلا کسایی دیگه که در اینجا مصروف هستن بر صفایی شهر ما یا بر فرهنگ شهر نشینی ما اونا مصروف هستند پس ما نمیتونیم که در روز سه روز عید اگر ما یک نفر یک گلاس آب را یا یک بوتل آب را ما در روی سرک پرتیم 5 میلیون یا 6 میلیون نفوسی که در کابل زندگی میکنه 6 میلیون بوتل میشه یعنی این کار میشه که ما خود به خود ضربه رساندیم بنا خوب است که ما کار کنیم که نه به اقتصاد افغانستان نه به فرهنگ افغانستان در برسانیم نه به فرهنگ شهرنشینی کسایی که مثلا ما خود ما در وقت ما در کابل زندگی می پس ما مسئولیت دارم برای از یک کسی از اطراف میای یا کسی از روستاهای افغانستان می برای شیاد این مسئولیت ما از به عنوان شهرنشین مملکت یا به عنوان کسی که در شهر زندگی می ما شرایط بسیار بزرگ نداریم مثل ممالک دیگه که اونها شهرهای بسیار کلان و بزرگ ردان و فرهنگ های شهرنشین ده اونجا جا افتاده و میتونن که اونجا کارهای خوبه را بکنن اما ما متاسفانه وختي کې در شهر میاویم همه چیز را میسپاریم به دولت همه آه. چیز را میسپاریم به کسایی که مسئولیت دارن بنان مسئولیت ما به عنوان فرد و به عنوان شهرنشین این است که ما بتانم تمام کارهایی که در روز روزای عید میکنم خلاف اصول و خلاف انانات شهری نباشن یعنی خ... مطابق به اصول و مطابق به قوانین افغانستان باشن اگر ما به عنوان یک شهرنشین یک بوتل را از سر سرک و بردارم به عنوان یک کسی که در این شهر زندگی میکنم پس ما توانستیم 6 میلیون بوتل را از سر سرک برتم. بکشم و ببرم به طرف جای مناسب باشه. اینجا ما باید کارایی بکنیم مثلا به دولت افغانستان برمیگرده که ما یک تعداد از این ریسایکل که داشته باشیم یعنی چیزی که ما بخوایم بکنیم یعنی ای، این رو ما باید دوباره ببریم به طرف یک فابریکی که بتونیم از این دوباره استفاده بکنیم اما متاسفانه در افغانستان کاری نمیشه و پلاستیک بر محیط زیست افغانستان یعنی دشمن محیط زیست پلاستیک است و ما بیشتر پلاستیک استفاده میکنیم شما مثلا در روزای عید در رمضان رفته باشیم به طرف شهر دیده باشیم که چقدر بیروبار دارن. اینا تجار افغانستان هم باید به این مسئله خیلی توجه داشته باشند که شما وقتی موادی که از خارج وارد افغانستان می‌سازید کوشش نکنید بیشتر پلاستیک وارد بکنید کوشش کنید کاری بکنید که بر مردم افغانستان شما به نحو خدمتگزار بوده باشین ده. یعنی شما به سر تجار افغانستان از اینجا سرسان صدا میکنم به خاطر اینکه شما تجارتتان حلال شده باشد تجارتتان به قسم ایار بسازیم که به مردم یعنی زن... شما ضرر نرسانیم یعنی این ای پلاستیک وارد کردن شما به نحوه به محیط زیست افغانستان به مردم افغانستان به صحت مردم افغانستان ضرر رساندین و کوشش کنین که شما تجارتتان را حلال بسازین و در تجارتتان احتکار خیفا. نکنین حالا فقط یک مسئله کوتاه را میخوایم اشاره داشته باشین در رابطه با خانواده ها و فامیلی که روزهای عید اکثرا میرن به طرف میله و طرف وگان از طرف افراد و به طرف میشگفت که بعضی پسرا و آقایان اینا گاهن اذیت میشن مخصوصا حتی در روزهای ایده که حق داره اینا به طرف میله ولی اذیت میشن خیلی کوتاه متاسفانه این فرهنگ خیلی غلط است که ما به اگر ما به عنوان یک جوان می خیلی میخوایم راست رو راست کنیم ما به عنوان یک کسی که خواهر دارم مادر دارم اگر ما احترام به خواهر مادر خود دارم بناهن ما توانستیم به دیگران هم احترام بگذاریم. <applause> اگر مرا به خواهر مادر ما کسی احترام نمیکنه و اونا کسایی میشن که باعث اذیت و آزارش میشه، ما, ما دیگه خود به خود این اجازه دادیم. ولی فکر میکنین اون افرادی که خواهر و مادر خود را همسر خود, خود در خانه قید کرده که حتی آفتابم روی از اینا را نبینه، اونا میان همچون مسئله را مراعات میکنن. متاسفانه اونا اصلا اونا شاید اونا کمی مردم ها این کارا بکنن. و از طرف اگر به خود اجازه میدین که به خواهر مادرتون چنین اذیت و آزار شوه، <applause> پس اجازه بدین به خودم که به دیگران اذیت آزار برسن اگر اجازه نمیتین به خودتون که به خواهر و مادرتون اذیت آزار بزنن پس کوشش نکنین که به دیگران هم اذیت آزار برسن بنا خوب است که ما از اساسات اسلامی خود باز هم برمیگردیم به مو اصل دینی ما که ما مسلمان هستیم و در افغانستان زندگی میکنیم پس بیاین از اساسات دین استفاده بگیرید از فرهنگ ببینید شما از گذشته هایتون ببینید با سلامت باشید شما باید توجه داشته باشید خیلی ممنون از اینکه تشریف آورده این روز خوب و خوش داشته باشید تشکر باشه. از شما بخیر ممنونتان سردار ولی امر خیلی با ما بود و گفتنی های خیلی خوبه که امروز در رابطه با فرهنگ های پسندیده و ناپسندی ایدی در افغانستان داشتن میان برنامه خیلی کوتاه بعد میگردیم با بخش نبض سلامتی حساب زندگی در به پیری گوش رستم همای رسولی و دکتر صاحب حسین فرید بیات را بیننده باشین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین